تصمیم ایران مبنی بر مجاز دانستن بهره‌گیری جنگل‌های روسی از یکی از پایگاه‌های هوایی‌اش برای حمله به مواضع مخالفان دولت بشار اسد در سوریه پاسخ گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیسی زبان داشته. نوراش حسوان در گزارشش به برخی از این مطالب پرداخته. مجله تایم در مقاله‌ای با عنوان سرآغاز ارتقای سطح همکاری مشترک ایران و روسیه نوشته که با این اقدام، در حالی که روابط دو کشور ژرف‌تر از گذشته شده، اما آمریکا و همپیمانانش با یک محور شرارت جدید در خاورمیانه روبرو شده اند: سوریه، ایران و روسیه. به نوشته مارک تامسون، نویسنده این مقاله، مسکو چندی پیش در راستای افزایش نفوذش در منطقه بخشی از سامانه دفاع موشکی را به ایران تحویل داد. به می‌افزاید که بست حوزه نفوذ مسکو در این منطقه در این ایام فراتر از منطقه قدرت نمایی روسیه تزاری در بازی بزرگ قرن 19 شده است. نویسنده با نقل قول از دیوید بارنو، تیمسار بازنشسته آمریکایی، می‌نویسد ولادیمیر پوتین با این اقدام می‌خواهد نه تنها به دنیا بگوید که روسیه هنوز یک ابرقدرت نظامی است، بلکه القا کند که توان نظامی غرب به مانند آنچه گفته می‌شود نیست. او می‌افزاید که این اقدام همچنین نشانگر عزم دو کشور برای حفظ بشار اسد در قدرت است. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در مقاله‌ای نوشته زمان این حمله هوایی انجام می‌گیرد که روسیه و آمریکا هر کدام از طرف‌های مختلف متنازع در سوریه حمایت می‌کنند و سخت درگیر مذاکرات برای رسیدن به راه حل به این جنگ داخلی 5 ساله هستند. در این مقاله آمده که به رغم اینکه در گذشته در دوره‌های دو کشور در برابر هم سفارایی کردند، اما جمهوری اسلامی ایران از زمان پیدایشش تلاش کرده از روسیه به عنوان یک عامل تعادلی در دنیای سیاست بهره ببرد و از آنجایی که مقامات تهران تغییر رژیم در دمشق را سرآغاز تغییرات در ایران می‌بینند، تن به همکاری با روسیه دادند. نشریه اینترنتی بیزنس اینسایدر در مقاله توافق ایران با استفاده روسیه از پایگاه نظامیش معامله بزرگ است، نوشته است این به معنی تصمیم روسیه به افزایش حملاتش به مواضع مخالفین دولت اسد و نکاهش حضورش در آن کشور و همچنین نشانگر رشد سطح همکاری نظامی مسکو با تهران است. نشریه نوشته است که کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه نزدیکی فاصله همدان به مواضع دشمنان اسد در سوریه به جنگنده‌های روسی اجازه حمل بمب‌های بیشتری می‌دهد، نشان از جدی‌تر شدن صحنه درگیری در سوریه دارد.